چیه؟ امروز قراره که بریم پایگاه، یکی از پایگاه‌های بسیج، چون که میدونی عمدتاً فعالیت بسیج معطوف میشه به خود پایگاه‌ها دیگه. بله. قراره که بریم آشنا بشیم با این پایگاه، با یکی از این پایگاه‌ها، اینکه اصلا چیکار می‌کنن اونجا، چه فعالیتایی دارن. میتونیم عمل کنیم بریم اون پایگاه خودمون. پایگاه خودمون اتفاقاً قراره که همونجا هم بریم. اما آره نوید، یه چیزی گذشته فعالیتایی که میشد اونجا خب با الان خیلی فرق کرده دیگه. اتفاقی که الان میفته خب همینه، با هم دیگه میریم و نزدیک میبینیم. موافقی؟ باشه. خدمت جناب آقای پیوسته از کارگردانان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هستیم که مهمان ما هستند. ایشون میخواد در مورد عملکرد بسیج تحقیق کنه. دوستان باید بزرگواری کنن، انشالله همکاری لازم رو داشته باشن. در همه زمینه‌ها ما حضور بسیج رو مشاهده می‌کنیم و در پناه همین نیروهای مخلص وقتی صحبت از بسیج میشه تنها به یک قشر خاصی بر نمی‌گرده. نظامی ما هم می‌تونه بسیجی باشه، پزشک و دکتر ما هم می‌تونه بسیجی باشه که هست، کارمند و کاسب و کارگر ما هم بسیجی است. و خب همه اینها و با حضور همه اینها و فعالیت همه این هاست مینیمون امنیت و آرامش پیدا میشه، حسون و رعیه معنا پیدا میکنه. حزب الله یعنی بسیج، بسیج یعنی حزب الله. مسیر الان مسیریه که میگه در مسیر نهضت ما راه است و چاه نیست. این حقیقت فاش شد از سوره اصحاب فیل. قدرتی کوبنده تر از قدرت الله نیست. هیچ حزبی تا قیامت مورد تأیید نیست. در جهان آفرینش غیر حزب الله نیست. می توان با شایعه از کاه کو ساختن، این عمل زشت است، کار مردم آگاه نیست. تا بود افکار ما بیدار و نهضت آفرین، فکر شرق و غرب در کشور ما راه نیست. بسم الله الرحمن الرحیم.
این شرایط عضویت چجوری هست؟ چجوری باید عضو بشیم؟ من صدای عضو آدیو فعالم آقای رضایی هستن که بچه هایی که مراجعه میکنن بهشون مراجعه میکنن کارشون انجام میدن. عادی چیه؟ برای چیه؟ الان عادی باید حد اول سن شما 11 سال باشه. ما هستش کلن دارم میدونم باید ساکن این محل باشید. اگه ساکن جای دیگه باشن نمیتونن؟ حد اول تو منطقه میباشید، تو منطقه 15 باشید. ما برای مدارکش هم دو تا بهت عکس میکنه کپیشون میکنه. بچه‌های صدا و سیما هستن، از مستندسازان صدا و سیما. ایشون یه کار تحقیقی دارن انجام میدن در رابطه با عملکرد خود بسیج که حالا قسمت‌های مختلف، حالا بخش‌های مختلف، معاونت‌های مختلف، فعالیت‌هایی که توی این رابطه انجام دادن. این شد که حالا خدمت شما رسیدیم. زیاد وقتتون رو نمی‌گیرم. این چند تا سوالی که بیشتر تو ذهنم بود اینا رو یادداشت کردم. اولین سوالی که از خدمتتون داشتم این بود که نقش و اهمیت حوزه نمایندگی ولی فقیه توی بسیج چیه؟ در مورد پاسخ به سوالتون بنده عرض می‌کنم که شما به خصوصیات و ویژگی‌های بسیج و بسیجی توجه بکنید، اون موقع اهمیت و جایگاه نمایندگی معلوم میشه. مجموعه بسیج را حضرت امام تعبیر کرد به یک شجره طیبه، یک درخت پاک و پاکیزه که اصل و ریشه اون ثابته و ثمره و میوه خوبی داشته و انشالله که داشته باشد. مجموعه این تعاریف را در نظر بگیریم میتونیم خصوصیات بسیجی و بسیج را در چند چیز خلاصه کنیم. یک، ایمان به خدا، توکل به خدا. دوم، اخلاص و صفا و صمیمیت و پاکی که حضرت امام در آخرین پیامشون فرمودن که من به خلوص و صفا و صمیمیت بسیجیان قبطه میخورم. سوم، آگاهی، معرفت دینی و بصیرت سیاسی و اجتماعی. چهارم، احساس مسئولیت فوق‌العاده نسبت به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلام. اگر این ویژگی‌ها از بسیج گرفته بشه و از بسیجی گرفته بشه، اون قوام و اساس و بنیان بسیج و بسیجی به هم می‌ریزه. مجموع اینها باید یک جای حفظ بشه، تقویت بشه. و اینها از وظایف نمایندگی است. در کشورهای مختلف دنیا بسیج هست، اما بسیج انقلاب اسلامی و بسیج مردمی که امام به وجود آورد و الان هم مقام اعظم رهبری فرماندهی و هدایت میکنن، با سایر بسیج های دنیا امتیازش به همین هاست و همین را باید حفظ کرد. ما برنامه های مختلفی را پیش بینی کردیم نسبت به اقشار مختلف، مثلا برای دانشجویان بسیجی برنامه خاص فرهنگی در ابعاد مسائل اعتقادی، مسائل سیاسی و اجتماعی، تهیه جزوات و نشریات تخصصی برای قشرهای مختلفی که الان منتشر میشه و در اختیار نخبگان و فرهیختگان بسیج قرار داده میشه، و حضور در برنامه‌های مختلف بسیج که در قالب مأموریت‌های نظامی و غیر نظامی بسیج هست. مثلا بحث بسیج سازندگی، اینا میرن مدرسه میسازن، مسجد میسازن، جاده را آماده میکنن برای مناطق محروم،
همراهون ما یک روحانی اعزام میکنیم که این روحانی هم برای همون بسیجیانی که در امر سازندگی دارن فعالیت میکنن، برنامه اقامه نماز جماعت، صحبت، پاسخگویی به سوالات مذهبی و معنوی و شرعیشون باشه و همچنین اون منطقه‌ای که دارن فعالیت میکنن برای هدایت و ارشاد جوانانی که در اون منطقه هستن. و نکته‌ای که ما باز تأکید داشتیم به اون قضیه و تأکید داریم، اخلاق و رفتار و آداب و معاشرت بسیجیان با مردم. ما اگر بخواهیم جوانان را، نوجوانان را در مجموعه بسیج خوب جذب کنیم و مردم اعتماد بکنن، مهمترین عامل تبلیغی و عامل جذب ما، حالا بیاد کارت بسیج بگیره عضو رسمی بشه یا نه اون روحیه و سلک بسیجی را داشته باشه، این اخلاق و رفتار و ایمان و اعتقاد بسیجی و آداب و معاشرت بسیج و بسیجان با مردم هست، در پایگاه های مقاومت، در مساجد، در محله ها، از ساعت که در مدارس، در دانشگاه ها، در ادارات، کارخونجات، یعنی در همه جای مختلف رده های مقاومت بسیج، در همه سطوح کشور. امروز کجا باید بریم؟ من گجه رو برای تماهنگ کردم، منطقه تدخل بده کرد به کار خودم، من گجه مأموریت دارم، بدم برم به اون کارم برسم، متاسفانه من نمیتونم باشم، ولی این معاونت فکر میکنم که مطالب جالبی برای داشته باشه، چیزهایی که فکر میکنم تنها شنیده باشی. تو نه این مشکل بیشتر میاد؟ نه نه، من هماهنگی رو انجام دادم، فکر میکنم مشکل یعنی میشناسم برم بگم. آره. سردار، خیلی ممنون که به من وقت دادید. من نوید پیوسته هستم. مورد تحقیق دارم انجام میدم در مورد ارتش‌های مردمی دنیاست. خدمت شما هم رسیدم در مورد سوالی که تو ذهنم هست برای فیلم مستندی که میخوام بسازم. اولین سوالی که دارم اینه که بسیج فرهنگیان از چه سالی تشکیل شده سردار؟ سازمان بسیج فرهنگیان از سال 81 تشکیل شده. ضرورت تشکیل این سازمان چیه؟ اگر تشکیل نمی‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟ فرهنگیان که گسترده‌ترین در واقع جمعیت کشور هستند، به لحاظ اینکه 1,100,000 نفر عضو در واقع وزارت آموزش پرورش هستند، براشون بسیج فرهنگیان تشکیل شده تا بتونن متناسب با علاقه‌شون، نیازهاشون براشون فعالیت کنن. میتونم ازتون خواهش کنم که فعالیت‌های بسیج فرهنگیان رو به صورت تیتروار به من بگید؟ بله، ما به طور کلی 4 عنوان کار داریم: کارهای فرهنگی، کارهای علمی پژوهشی، کارهای امدادی اجتماعی و کارهای فنی سازندگی. من از یکی از همکاراتون پرسیدم، خیلی هم جالب بود برام که شما سالها تو ایران نبودید، بعد برام جالبه که بدونم کجا بودید، چیکار می‌کردید. خواهش می‌کنم. من در سال 61 در یک گروه گشتی که در جبهه جنگ بود من در واقع اسیر شدم و از سال 61 تا سال 69 در عراق بودم. تو اون دوره خب دوستای فرهنگی هم بودن دیگه، درسته؟ بعد خدمتتون عرض کنم، میتونی یه مقدار بیشتر توضیح بدی در این خصوص؟ واقعا معلمین ما در هر جا باشن نقش خودشون رو خیلی خوب ایفا میکنن. من حالا اجازه بدید از جبهه بگم، بعد از اسارتم بگم خدمتتون. در جبهه همین معلمین عزیز ما در داخل سنگرها برای رزمندگان ما، دانش آموزهای رزمنده، کلاس تشکیل دادن. حتی من دوستان ذکر میکنن که در سال 64 کنکور رو در داخل سنگرها برگزار کردن. یعنی معلمان انقدر توجه داشتن که هر موقع رزمنده ها فرصت پیدا میکنن بتونن درس رو براشون بگن که از لحاظ تحصیلی عقب ماندگی برای رزمندگان به وجود نیاد. در داخل اسارت هم همین بود. ما معلمان عزیزی که داشتیم کلاس‌های مختلفی رو برای دانش آموزانی که در اسارت بودن تشکیل دادن. سطوح مختلف رو، علی‌رغم اینکه خیلی هم مشکل بود، یعنی نه قلمی بود، نه کاغذی بود، نه کتابی بود، ولی با نبودن این امکانات باز کلاس‌های درسی رو به نحوی راه اندازی میکردن، به دانش آموزان درس های لازم رو
در رشته‌های مختلف می‌دادن و این باعث شد که وقتی که آزادگان ما برگشتن با دادن یک امتحان توانستن پایه‌های مختلف تحصیل رو با سرعت بگذرونن. نموده کارهای شما توی بسیج فرهنگیان چی بوده؟ یکی از کارهای عمده‌ای که ما داشتیم اعزام معلمان بسیجی بود به مناطق محروم برای تشکیل کلاس‌های تقویتی و جبرانی برای دانش آموزان مناطق محروم. یکی دیگه از کارهایی که انجام گرفت توسط فرهنگیان بسیجی طرح جمع‌آوری شناسنامه‌های دهیاری‌های کل کشور بود که با همکاری بسیج سازندگی وزارت کشور ما توانستیم این کار رو انجام بدیم و برای بیش از 15,000 دهیاری شناسنامه‌هایی رو تهیه کردیم و در اختیار وزارت کشور قرار دادیم. و همچنین معلمین بسیجی ما همیشه در برنامه‌های فرهنگی تربیتی که دانش آموزان دارن همراه با اونها حضور دارن و نقش فرهنگی و تربیتی خودشون رو ایفا می‌کنن. خدمتتون عرض کنم که من سنم اقتضا نمی‌کنه که مثلا جنگو به یاد بیارم، ولی از اونایی که شنیدم تو دوره جنگ مثلا خب یه اصطلاحی بین بچه‌های جنگ و بچه‌های بسیجی رد و بدل می‌شد، مثلا اون طرف روحیه بسیجی داره. خب این خیلی مهمه بدونم چی بوده منظورشون. روحیه بسیجی یعنی روحیه فداکاری، گذشت، ایثار، انجام کار به نحو شایسته، انجام وظیفه به نحو شایسته. این میشه روحیه در واقع بسیجی. میتونید یه نمونه بهم بگید، یه نمونه اینی شما من بتونم یادداشت کنم؟ ما در همین سال گذشته یک معلمی رو که در نیشابور بود وقتی که دید توپ فوتبال داره باعث این میشه که دروازه در واقع فوتبال به روی سر یک دانش آموز بیفته و باعث خطراتی برای اون بشه، این خودش جلو رفت و مانع این شد که اون دروازه به سر دانش آموز بیفته و خودش در واقع اون دروازه به سرش افتاد و باعث شهادتش شد. یا خانم معلمی که در ارومیه حاضر شد حقوق خودش رو در اختیار دانش آموز فقیر قرار بده که میخواست ترک تحصیل کنه، این دانش آموز رو تحت سرپرستی خودش قرار داد و همه هزینه‌های تحصیلیش رو در اختیار اون دانش آموز قرار داد و زندگی این دانش آموز رو تغییر داد. شما از یه بسیجی فرهنگی چه انتظاری دارید؟ ما از یک معلم بسیجی یا یک فرهنگی بسیجی انتظار داریم که در سر کلاس درس مفاهیم انقلاب رو، مفاهیم دفاع مقدس رو، مفاهیم بسیجی رو در حین درس به دانش آموز منتقل کنه. احساس من این هست که لازم نیست ما حتما ساعت‌ها برای دانش آموز سخنرانی کنیم، بلکه یک معلم ریاضی، یک معلم فیزیک، یک معلم زیست، یک معلم انشا میتونه یک خاطره خیلی کوچیک از جنگ بگه، این رو ذهن دانش آموز خیلی تاثیر داره. میتونه یک مثلا حدیثی رو از ائمه اطهار علیهم السلام میگه، این خیلی تاثیر داره. از اون اعتقاد ما این هست که معلمان ریاضی، فیزیک، رشته‌های غیر معارف دینی میتونن بهترین نقش رو رو ذهن دانش آموز بگیرن. رضا همیشه توصیه ما به معلمان بسیجی این هست که در سر کلاس درس خاطرات دوران جنگ رو بگیر، راهنمای لازم و با رفتارتون روزه میدانی شما بسید. سردار واقعا ممنونم از این که در حال وقت رو در خیلی من گذاشتید و خوشحالم از این که واقعا مثل شما بسید.